خب جناب علوی، جمهوری اسلامی وارد یک نوع از فاز تبلیغاتی تازه تری شده، گرچه چندان هم میتونه تازه نباشه، ولی شتاب داده، به ویژه بعد از کاندیداتوری آقای ابراهیم رئیسی و پیروزی فیلم ماجرای نیمروز که بر اساس حرکت‌های جمهوری اسلامی با تغییرات بسیار در واقعیت در خرداد 60 به بعد رو به نمایش میگذاره و بسیاری به اون دیدن، و جوانانی که در امروز 25 سالشونه 30 سالشونه اصلا در اون روزگار نبودن، ما در این برنامه و برنامه‌های دیگر با دوستان در این زمینه گفتگو کردیم و باز هم گفتگو خواهیم کرد، ولی پرسش من از شما این هستش که خب این ماجرای فیلم نیمروز در یک سو و ساختن اون از نظر تبلیغاتی در سوی دیگر، ولی به گونه‌ای جمهوری اسلامی که همواره در انکار این است که در دهه 60 چه کرده، این پرده فرو افتاده دیگه، انکاری نداره. نخستین باری که مسئله کشدار در دهه 60 رو اینها بهش به راحتی بیان کردن و پوشیده نگه نداشتن، از چه زمانی آغاز شده و کی بوده؟ در واقع نخستین بار حدود 5 سال پیش بود که برای نخستین بار استراتژیستای وزارت اطلاعات به صرافت افتادن که وارد صحنه بشن و از تریبون خبرگزاری فارس که ارگان سپاه و امنیتی ها هستش، یک وجیزه، یک نوشته‌ای رو بنگارن که با این مضمون که کشتار سال 67 و خشونت دهه 60 و دستگیری های پس از 30 خرداد سال 60 قانونی بوده و شرعی بوده. روی مسئله بودش که به این فتوایی که از طرف خمینی داده شده بود عنوان فتوای نجات بخش لقب دادن و در واقع نویسنده یا نویسندگان این مقاله سعی میکردن که به دین گونه قلم زنی کنن که نیروهای اپوزیسیون در بیرون مرز حمله نظامی خودشون رو در تقابل با حکومت آغاز کردن و ارتباط با زندانیان داشتن و میخواستن بیان و درب زندان ها رو باز کنن و باشون همراه بشن. روی مسئله بودش که و بعد اینم یک موضوع دیگر رو مطرح کردن و گفتن که بر اساس قوانین و بین الملل این امر قانونی بوده، شرعی بوده. چرا؟ به خاطر که بر پایه قاعده کیفری بین الملل که به نام انمی کاراکتر معروف هستش، اینو رفتی دادن به اون و مطرح کردن که این دفاع مشروع بوده. و پس از اون بودش که یک سری توسط افرادی که در این مسائل نقش داشتن سخنانی گفته شد. من جمعه چند روز پیش آقای دهباشی گفته سخنی داشت با علی فلاحیان، پیش از اون آقای پور محمد و دیگران در این رابطه صحبت کردن، ولی این فیلم ماجرای نیمروز که در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر در یوتیوب دست به دست بگشت و زیاد از هموطنان دیدن، از 30 خرداد سال 60 آغاز میکنه و تا روز 19 بهمن 1360 که روز کشتن موسی خیابانی و همسرش آذر و اشرف ربیعی و چندین نفر از رهبران بخش نظامی مجاهدین بوده به انتها میرسونه. در واقع نکته‌ای که در این فیلم وجود داره دو جریان رو در مقابل همدیگه قرار میده. یک بخش جوانان شیفته خمینی که در این سوی کارزار بودن، بخش دیگه جوانان شیدای و دلباخته رجبی که در اونور حکایت بودن. منتها آغاز فیلم مملو از گرفتاری ها و ناراستی های تاریخیه، به این معنا که در 30 خرداد سال 60 که در واقع پس از تظاهرات 29 خرداد روز 30 خرداد تظاهرات دیگه انجام میشه، کارگردان و فیلمنامه نویس تلاش میکنه که بگه در همان روز مجاهدین دست به اسلحه برده بودن، ولی به حال بسیار از ماها شاهد اون صحنه ها بودیم و دیدیم و خوندیم و در اون صحنه ها حضور داشتیم و دیده بودیم که مجاهدین با فلفل و نمک
اومده بودن و فقط تعدادشون با تیغ موکت بری و اینکه اسلحه هم داشتن سند موجود نیستش. در واقع اولین باری که مجاهدین مسلح به شکل جدی وارد صحنه شدن یه بار شهریور همون سال بود، این دو ماه پس از این حادثه، یه بار هم که به شکل خیلی جدیتر بود در حدود میدان ولی اسب بود، روز 5 مهر 1360 بود. بنابراین راهپیمایی 30 خرداد و که تلاش میشه یک سر نظامی جلوه داده بشه در این فیلم غلط بوده، و به اضافه ای که این حکایت فاجعه ای بودش که میتونست پیش نیاد. در واقع خمینی و همراهان خمینی مجاهدین رو به این سمت و سوی سوق دادن که از فاز سیاسی وارد فاز نظامی بشن، چرا چون اولین دیداری که خمینی رجبی و خیابانی با خمینی داشتن مورد تایید خمینی قرار نگرفتن. معمولا در انقلابات وقتی اتفاق میفته کسانی که در انقلاب نقش دارن اینا بخشی از قدرت رو میخوان تصاحب کنن، ولی به علت اون بینش توتالیته و تامگرایی که در وجود خمینی و همفکرانش بود اجازه ورود به هیچ کدوم از این مجاهدین داده نشد. در نتیجه مجاهدین گام به گام وارد صحنه شدن و حتی بسیار از دستگیری ها که به وقوع پیوست قبل از 30 خرداد بخصوص در کرمانشاه توسط همین آقای فلاحیان انجام شد، خواهی نخواهی بهتر و بیشتر مجاهدین رو در این سمت سو سوق دادن. و حتی موقعیم که در این فیلم باز چهره از لاجوردی نشون میده، خب لاجوردی جزو کشفیات آقای بهشتی بوده، یعنی مجاهدین در واقع دارای اتیوپیایی بودند که همون اتیوپیا همون آرزوها رو اون سر قضیه هواداران خمینی داشتن. یعنی در واقع هر دو طرف به یک نوع از مسائل داشتن میاندیشیدن، ولی با رهبری و عملکرد متفاوت، دیدگاه های خاص و که اصلا با هم قابل مقایسه نبودن، یکی در قدرت و دیگری برای خواهان برکنار کردن قدرت، اگر درست فهمیده باشم. این طور شما بله فرمایید، یکی در آرزوی قدرت بود و یکی قدرت رو تسخیر کرده بود. همین مسائل اتیوپیا و همین مسئله رویا بافی و به وجود آوردن در واقع مرید و مراد و حضور یک کارزمای رهبری، این مختص بسیار از سازمان‌های عقیدتی هستش، سازمان‌هایی که با ایدئولوژی مسلح هستند، مثل جریان خمینی، مثل جریان مجاهدین رجوی، مثل جریان داعش، مثل جریانات تشیع در عراق، هشت و شعبی و سایر جریاناتی که در اون منطقه هستن و از این جوانان استفاده فراوان میکنن. خب ببینین، مسئله اگر بخوای بریم به این سو، شما به مسئله آقای فلاحیان بارها در سخنتون در همین چند دقیقه اشاره کردین و مسئله بهشتی. در اون زمان خب طبیعی قدرت بهشتی و نقشش مشخص بود، فلاحیان در رابطه با بهشتی چگونه وارد این ماجرا بحث هست؟ ببینید، در واقع فلاحیان و عده زیادی از افراد مثل فلاحیان اینا شاگردان مدرسه حقانی بودن. مدرسه حقانی، البته عرض کنم که فلاحیان متولد 1338 خورشیدیه، یعنی حتی 60 سال هم نداره، هنوز 58 سال 59 سال بیشتر سن نداره. یعنی وقتی انقلاب میشه این فرد 19 سال 20 سال بیشتر نداشته، مثل رئیسی، مثل رازینی، مثل پور محمد و اینا همشون شاگردان مدرسه حقانی بودن که مدرسه حقانی توسط بهشتی را افتاده بود و میشه گفتش که فلاحیان باز یکی از کشفیات بهشتی بوده و در واقع به دستور بهشتی به آبادان میره، حزب جمهوری اسلامی رو تأسیس میکنه، مسئولیتش رو میگیره، مسئول دادگاه های انقلاب آبادان میشه، مسئول کمیته میشه، بعد از اونجا میره به کرمانشاه باز به دستور بهشتی و همجور که عرض کردم در مسائل مجاهدین پیش از 30 خرداد سال 60 با مجاهدین میشه که جدی رویارویی پیدا میکنه و فرمان حمله به منزل مجاهدین رو میده. باز پس از موفقیتش در کرمانشاه به دستور بهشتی به مشهد میره. به عبارت دیگه بهشتی نخست و پس از اون هاشمی رفسنجانی درک میکنن و کشف میکنن که علی فلاحیان یکی از نیروهای
بسیار مخلص خمینی هست و برای انقلاب حاضر و هر جنایتی هست. متاسفانه تاریخ ایران راجع به فلاحیان زیاد سخن گفته نشده و شخصیتشون زیاد کاربرد شکافی نکرده. فلاحیان در واقع حتی در اون جریان 19 بهمن 1360 یعنی حمله به پایگاه موسی خیابانی نقش بسیار زیادی داشته و حتی زمانی که بخش اجتماعی مجاهدین که در حدود اوایل اردیبهشت 11 اردیبهشت سال 61 اصلا پاشیده میشه و تشکیلاتش در ایران عملا منحل میشه و اعضای کادرش به خارج کشور منتقل میشن، علی فلاحیان نقش بسیار زیادی داشته در وجود آوردن خشونت و شعونت در درون زندان‌ها و در واقع اگر ما فقط چهره پلید لاجوردی رو با عنوان سمبل خشونت در زندان‌ها می‌شناسیم، نباید فراموش بکنیم که این در واقع فلاحیان بوده که بسیاری از این مسائل رو هدایت می‌کرده. حتی آقای بهشتی اصرار داشته که فلاحیان مسئول اوین بشه ولی به علت مخالفت احمد خمینی و مختلفه لاجوردی در این مقام میمونه و حتی بعد از اونم که فلاحیان به عنوان معاونت امنیت با قائم مقام وزارت اطلاعات تعیین میشه در سال 1963 که وزارت اطلاعات توسط سید حجاریان و همراهانش تشکیل میشه، پس از اینکه رئیس شهری وزیر میشه، این به عنوان در واقع گرداننده اصلی وزارت اطلاعات بوده و با نام قائم مقام وزارت اطلاعات کار میکرده. در همون زمان قائم مقامیش هم دانشکده امام باقر رو تأسیس میکنه فقط به منظور اینکه بتونه دروس تئوریک امنیتی رو به نیروهای امنیتی به شکل سیستماتیک فرا بده و خودش جزو اساتید این دانشکده بوده. یعنی ما امروز که اگر من اینو برای این توضیح میدم که برای اینکه من بعد از اینکه هر بار در مورد این مسائل سالهای 60 و 67 صحبت میکنیم، بسیاری از این جوانان که اصلا رابطه با این مسائل ندارن فراوان به ما ایمیل میکنن که خب حالا که چه اتفاقی افتاده، آقا اصلا سر در نمیارن که مثلا این مرد به نسبت سندار امروز که شما حالا زیر 60 سال هست، 1338 به دنیا اومده، یعنی مثلا 57 سال داره، 57 سال داره، این آدمی که الان این آدم فربه به نسبت با ریش و موی سفیدی که میبینیم، این در اون سالها یک جوان قبراقی بوده که دست به اعدام و دست به کشتارش بی اندازه بوده. یعنی تصور نکنید که این آقا با این هیبت در اون روز 40 سال 38 سال پیش 35 سال پیش در نقش معاون وزیر یا بعدم دادستان و همه اینها حکم صادر میکرده. خواستم به این فقط اشاره کنم برای که تصویرش که دیده میشه همه فکر کنم آقای آدم مسن روحانی بوده در اونجا. اینا همشون در اون زمان ها سن کمی بشه همونطور که شما فرمودید. بله ببینید، در واقع باید این ادعا رو کرد که حدود دو دهه رهبری مسائل امنیتی و اطلاعاتی در ایران در دستان علی فلاحیان بوده و چهره بسیار بسیار شنیعی بوده، بسیار واقعا از لحاظ سنگدلی کم نظیر بوده در تاریخ، در تاریخ جهان نه فقط در تاریخ ایران. مثلا برای نمونه در حدود مرداد 1367 یعنی قبل از کشتار تابستان 67، رجوی دستور آزادی حدود 1300 نفر از اسرای جنگی ارتش آزادی بخش رو که تو عملیات گوناگون توسط مجاهدین اسیر شده بودن صادر میکنه. اینا ایرانی بودن و اینا برمیگردن به ایران و بعد از این در واقع فلاحیان متوجه میشه و دستور دستگیری اینا رو میده و عده زیاد از اینها توسط و به دستور فلاحیان اعدام میشن. به طور کلی از زمانی که وزارت اطلاعات تأسیس میشه و در اختیار فلاحیان قرار میگیره، پروژه های حسب فیزیکی در دستور کار قرار میگیره و یعنی بخش خارجی هم دست ایشون بوده، پروژه های خارجیشون بیشتر به نام ایشون سکه زده میشه. حالا بخش داخلی هم اگر ممکن است اشاره ببرید، بخش خارجی هم قوت بود حتما.
ببینید وقتی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور میشه توی کابینه اول، یعنی سال 1368 خورشیدی تا 72 میشه کابینه اول هاشمی رفسنجانی، اول تلاش میکنه که حسن روحانی رو وزیر اطلاعات بکنه. روحانی به دلایلی نمیپذیره یا به توافق نمیرسه. بعدا فلاحیان رو به عنوان وزیر اطلاعات به کابینه میاره که یکی از سیاه‌ترین دوران دستگاه امنیتی جهان رو رقم میزنه، نه فقط ایران. دوران ریاستش بر وزارت اطلاعات دارای یک تحولات بسیار گسترده بوده. برای همین اساس بوده که پس از گسترده وزارت اطلاعات حتی یک سری از مسئولیت های مهم اقتصادی رو، یعنی وزارتی که وظیفش بسال اطلاعات و امنیت هستش، وارد فعالیت اقتصادی میشه و این فعالیت ها رو در اختیار هاشم حسین فلاحیان برادرش و شوهر خواهرش قرار میده و سوء استفاده های مالی بسیار زیاد خانواده فلاحیان تو این مدت انجام میدن و حتی در همون دوران بوده که یه فردی رو پیدا میکنه که هم زاد خودش هم تای خودش به نام پور محمدی، اینو میکنه معاون خودش، خواهر مقام خودش. چرا؟ چون کارنامه درخشانی که پور محمدی در کشتار سال 67 به روز داده نشون داده که یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت هستش. و بعد از اون یک کار دیگر هم که میکنه، شخصی به نام سعید امامی رو به عنوان معاونت امنیتی که حساس ترین پست اطلاعاتی هستش در اختیار خودش قرار میده. از حذفای فیزیکی از مسئله مجاهدین که بیان بیرون، نیروهای به اصطلاح دیگر اندیش که بیان بیرون، حتی با مذهبیون یعنی با ملی مذهبی ها هم اینا رو هم قربانی میکنه. اولین کسی که در این زمینه توسط این فرد از بین میره و به دستور این فرد از بین میره، دکتر کاظم سامی بودش که در پاییز سال 67 به دستور فلاحیان به شکل وحشتناکی کشته میشه. بعد از اون یقه نهضت آزادی رو میگیره و نهضت آزادی رو به اصطلاح سلاخی میکشونه. در حدود اردیبهشت 69 که حدود 90 نفر از اعضای نهضت آزادی زیر نام جمعیت دفاع از آزادی به هاشمی نامه ای می نویسن و این نامه واقعا نامه عتاب آلودی نیست، یک نامه ای هست که یک درخواست های معقول و منطقی دارند و خواهان این هستند که حقوق قانونی مردم بر اساس قانون اساسی تسریع بشه و به مردم بازگردونده بشه. به دستور رفسنجانی و به دستور فلاحیان 23 نفر از این 90 نفری که این نامه رو امضا کرده بودن دستگیر میشن، مثل بازرگان، ابوالفضل بازرگان، منظورم ابراهیم یزدی صحابی، محمد توسلی و دیگران که اینها تحت شرایط بسیار ناگواری در زندان قرار میگیرن. حتی فردی مثل فرهاد بهبهانی و دست به سری اعترافاتی که وزارت اطلاعات ازش میخواسته انجام میده و حتی صحابی که به اشاره رفسنجانی دستگیر میشه و فلاحیان اون تحت شرایط بسیار غیر انسانی قرار میده و رفسنجانی هم میگه میخواستم این کار بکنم که روی صحابی رو کم بکنم. آیه علوی، داستان در انداختن اتوبوس نویسندگان و روشنفکران داستانش چی بود؟ بله بله، ببینید در واقع صحبت های این فلاحیان میکنه واقعا احتیاج به اعصاب بسیار قوی داره که گفتگوی دهباشی و فلاحیان رو شنید در این نوار که هفته‌های پیش اومده بود. من اعصاب بسیار قوی میخواد که این فرد چگونه چشم به چشم انسان ها میدوزه و دروغ میگه. یکی از دروغ هایی که میگه اینه، میگه که من رمانی خونده بودم بر اساس اینکه یک سری از نویسندگان رو میخوام بندازن روی توی جدربه و بر همین پایه بوده که اینو قصه رو نویسنده ها درست کرده بودن. ولی واقعیت هم اینه بوده که در مرداد 75 ماموران فلاحیان تلاش میکنن که اتوبوسی که قصد سفر به ارمنستان رو داشته و 21 نفر از فرهیختگان، نویسندگان، شاعران ایرانی درش بودن، اینو به دره بندازه. ببینید واقعیت هم اینه که قتل
شعرهای سیاسی و فرهنگی و مذهبی در دوران فلاحیان به اوج خودش رسیده بود. اینا معتقد بودند که برای بقای جمهوری اسلامی اگر لازم باشه هزارها هزار نفر آدم رو باید کش، اگر بیگناه باشن شهیدن میرن بهش و اگر گناهکار باشن به سزای اعمال خودشون رسیدن. خانهای امن در دوره آقای فلاحیان درست میشه. فرد برجسته به نام سعیدی سیرجانی در خانه امن به اصطلاح حبس میشه. بعد از اون برنامه هویت رو میسازن و در واقع در برنامه هویت اینا عده زیاد از نویسندگان از فرهیختگان مملکت رو میارن و به اعتراف وامی دارن و به عنوان اعتراف کنندگان و اعتراف شوندگان به نمایش میذارن. سعیدی سیرجانی که در خارج کشور بوده پس از رایزنی با کیومرث صابری گل‌آقا که گل‌آقا به هر حال رفت آمد داشته با بیت آقا، این اعتماد میکنه برمیگرده ایران و پس از مدتی اینو در خیلی از خانه‌های امن از بین میبرن. نویسندگان دیگه مثل تفضلی، میرعلایی، غفار حسینی، زارزاده و دیگران به همین صورت. حتی در مورد مسئله داریوش فروهر و پروانه اسکندری یعنی قتل‌های زنجیره‌ای، آغاز قتل‌های زنجیره، بله، که اینا به عنوان قتل‌های زنجیره، البته آغاز قتل زنجیره‌ای رو به باور من باید از قتل کاظم سامی که درسته، کاملا درسته، و پس از اون قتل نویسندگان، قتل در واقع سعیدی سیرجانی و پس از اون قتل فروهر که سید امامی که معاون فلاحیان بوده تو باجوی خودش اعترافات بسیار دهشتناک و در اینها شیفت انگیزی میکنه و میگه که وقتی که فلاحیان به من دستور داد و منم فوری رفتم و سعی کردم که به عنوان اینکه اینا باید از من برن و انجام بدم. و در همون موقع در همون سالها بوده که به دستور فلاحیان قتل احمد خمینی مطرح میشه که سید امام میگه وقتی که به من این مسئله گفته شد اول تردید کردم که یادگار امام و من باید به دستور فلاحیان برم از بین برم ببرم، ولی فلاحیان میگه که من با آیت الله مصباح، محسن عیشه‌ای و عده دیگه از به اصطلاح مجتهدین جامع شرایط صحبت کردم و از اون جایی که احمد خمینی در محافل خصوصی مطالبی رو مطرح میکنه که مناسب نیست و میتونه ولایت رو به خطر بندازه، بنابراین باید احمد خمینی هم از بین بره که خب توسط پزشکش از بین میره و باز تراژدی در اونجا نهفته هستش که پس از مرگ احمد خمینی پزشک مربوط هم توسط محفل، این کلمه محفلی که به کار برده میشه در واقع تیم فلاحیان و به عنوان محفل در بین حتی خودی های حکومت از این نام استفاده می شده. به هر حال یک تنوع قتل ها و قربانیان فراوانی در کارنامه فلاحیان گذاشته شده، از ورزشکاری مثل کیومرث سنجری، از دختر زیبارویی مثل فاطمه قائم مقامی که مورد در واقع تجاوز و سوء استفاده جنسی محفل قرار می گرفته، تا پزشک آیت الله منتظری، دکتر یزدی، دکتر فلاحی یزدی که در جلوی چشمش به قتل میرسه، پرونده فرج سرکوهی، قتل رهبران مسیحی، انفجار حرم امام رضا که در اون موقع یعنی در حدود 1373 که همزمان به 30 خرداد بوده، در واقع به این وسیله میخواستن چهره مجاهدین رو خیلی خبیث جلوه بدن و به دستور فلاحیان بر اساس اسنادی که موجوده و اعترافاتی که شده به دستور فلاحیان در حرم امام رضا بمب گذاشته میشه و در درست روز 30 خرداد که حدود 26 نفر جان خودشون از دست میدن، تعداد زیادی زخمی میشن، فلج میشن و صرفا به خاطری که بتونن به مردم ایران معرفی بکنن که مجاهدین اینند و آنند، کشیش های کلیسای مسیحی رو اینا از بین میبرن و به طور کلی از اونجایی که اینا معتقد بودن که نظام فکری ولایت فقیه برای حفظ نظام اسلامی قربانی کردن عده‌ای از مردم، از مسلمین حتی بلا مانع است، هیچ ایرادی نداره و اگر اینا بیگناه هستن ما اینا رو به عنوان
شهدا به حساب میاریم، اشاره کردید به تروریسم خارج از کشور. در واقع سید امامی معتقد بوده که مخالفین جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده بشن و هر کسی که چه در بیرون کشور چه در درون کشور هستش، اینا باید از بین برن، تصویر فیزیکی بشن. برای اساس بوده، برای این پایه در واقع پروژه تروریست در خارج از کشور توسط امامی، فلاحیان و معاون وزارت اطلاعات پور محمدی آغاز میشه و اولین کسانی که در این ورطه از بین میرن دکتر بختیار، کاظم رجوی، قاسم لو، فریدون فرخزاد، برومن و دهخان فرد دیگه هستش. و جالب اینه، قبل از اینکه اگه به کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید، قبل از اینکه اعلام بشه که شاپور بختیار کشته شده، در همون روز، در خاطرات همون روز، اگر اشتباه نگم مثلا اواسط مرداد 1170، فکر بکنم که به چیز خورشیدی، به تاریخ خورشیدی، روز 17 مرداد اعلام میشه که 17 مرداد 1370 اعلام میشه که دکتر بختیار کشته شده. در خاطرات روز 16 مرداد هاشمی می نویسد که آقای لاجوردی از قتل شاپور بختیار منو مطلع کرد. بنابراین توجه بکنید که این مسائل چگونه می رفته جلو. رهبران کرد مثل قاسملو، شرفکندی و بعد مسئله میکنوس هم خود به خود در پرونده کار آقای فلاحیان، اونها چطور هستش مثلا؟ بله ببینید، کارنامه فلاحیان یک کارنامه بسیار شگفت انگیز، پر از خون، پر از کشتاره. و حتی مثلا دادگاه میکنوس باز تو این گفتگویی که با دیواشی داشته سعی میکنه که با اشم ازاز فراوان، با زشتی فراوان، با پلیدی و پلشتی فراوان به که درگیری های درونی خود این سازمان ها بوده، در حالی که جریان میکنوکس، رستوران میکنوکس که رهبران احزاب کرد و عدی از فعالین سیاسی من جمله دوست عزیزمون پرویز دستمارچی در اون صحنه حضور داشتن و بعد از اینکه در دادگاه اسرار بسیار زیادی از حضور فلاحیان در این زمینه مطرح شد و حتی گفته میشه که فلاحیان در همون روزهای دادگاه سفری میکنه به آلمان و که بتونه به گونه ای مانعی بر سر راه پیش رفتن دادگاه باشه، رئیس امنیت آلمان بهش پیشنهاد میکنه که دستور دستگیری تو اومده و بهتن کنه که از آلمان خارج بشه. برحال اینها تبهکاریشون در زمینه مسائل اقتصاد هم بوده، به قاچاق مواد مخدر این محفل رو میاره، اسکناس 100 دلاری برای ماها در ایران منتشر میکنن به منظور ضربه زدن به دلار و به منظور مثلا یک درآمد جداگانه، با باندهای قاچاق مواد مخدر و فساد همکاری میکنن و در زمینه های مثل بازار آهن و فولاد، کارخانجات لاستیک، خودروسازی و غیره و غیره فلاحیان و محفلش بسیار فعال هستش. یعنی من البته خواهم خواست که بهروز عزیز، برای اینکه من پیشنهاد میکنم که این گفتگو رو که آقای دهباشی انجام داده با فلاحیان مردم ببینن، من فقط ممکن است که یکی از این کلیپ های یه دقیقه ای رو پخش کنم، برای اینکه وقاحت این آدم و پاسخگویی این آدم وقیح رو فقط یک نمونه ای داشته باشین که چگونه هست. بهروز عزیز هر کدوم از این کلیپ ها رو که آماده داره یک دقیقه، یکی از این یک دقیقه یارو بر پخش بکنه، تفاوتی نمیکنه. آنچنان در یه جایی میگه اصلا همه روزنامه‌نگارا در ایران به ما وابستن، اصلا یک نوعی از حرف میزنه که به گونه ای که طراح اصلی بسیاری از مسائل در کشور جز مسئله قتل در همه زمینه ها در از خود آقای فلاحیان هستش و پیش میره. به قتل ها اشاره کردین، من برای اینکه حالا خیلی از تصویر بختیار، کاظم رجوی، قاسملو، شرفکندی، فریدون فرخزاد، برومند و خب رستوران میکروز در آرژانتین، بخش
سازمان فرهنگی و اجتماعی یهودیان در آرژانتین بسیار پرونده زیاد است. یک دقیقه هست نگاه میکنیم با هم که فقط ببینیم که این کدوم یکی از این مصاحبه ها رو ما داریم اشاره میکنیم. مصاحبه طولانی است، پیشنهاد میکنم نگاه کنیم و بعد میشه ببینیم که چی هست. کسانی که اعدام شدن با اسلحه دستگیر شده بودن، یعنی شورش مسلحانه کرده بودن؟ همشون شورش مسلحانه کرده بودن، ولی افرادی که دستگیر شدن خیلیشون خونه تیمی بود. ما میرفتیم اونجا مثلا یکی دو تا اسلحه بیشتر نبود، یا تو خیابون مثلا میگرفتیمشون اسلحه نذاشتن خیلی. خب این چطوری میشد مستاق شورش مسلحانه؟ اینا جزء اون سازمان بودن. آمادگی برای عملیات شخص شخصاً کارو بکنه؟ نه، وقتی که کسی عضو یک جریان به اصطلاح یه لشکری است، اون لشکر که مثلا مسلحانه داره میجنگه، حالا چه مسلح باشه اون فرد چه نباشه، برای اینکه با یه روزنامه گرفته باشه. بله، اینا جزء اون سازمان بودن دیگه، اینا آمادگی عملیات داشتن. حالا یه کسی ممکنه بره امروز برای این خونه تیمی نون بخره، یکی بره مثلا فرض کن امکانات دیگه تهیه بکنه، یا اصلا نیروی عملیاتی نباشه، نیروی تبلیغاتی باشه، ولی بالاخره جزء ایناست. برای یه یگانی که میجنگه همه چی داره دیگه، همه که فهم اسلحه ندارن، درسته؟ واحد تدارکات هم دارن دیگه، اینا اسیر محسوب نمیشن. نه درست، وقاحت رو من برای بینندگان دارم که شما نگاه کنید با شیوه سخن گفتنش، نحوهی که داره صحبت میکنه، به یک نوعی با غرور و افتخار از کشتار صحبت میکنه و دیگر پرونده در همین جا با همین یک جمله به نظر من بقیه اصلا به کنار میگه. اگه کسی رفته نون بخره برای اینا بده، حالا دوستان میگن که یکی کمک مالی کرده، کاری نکرده بوده، میگه اگه نون بخره ببره دم این خونه بده، اینا حکمشون اعدامه و خودش اقرار میکنه که اینها هیچ کدوم قضیه مسلحانه نبوده. ما میرفتیم یه تازه میگه یه خونه تیمی، خونه تیمی با مسئله هوادارا فرق میکنه، اونایی که سازمان سیاسی میشه خونه تیمی اعضایی هستن که مسلح هستن. تازه میگه میرفتیم اونجا یکی دو تا اسلحه ممکن بود پیدا بکنیم. اینها بیشمار اعضای هوادار رو، یعنی کسانی که روزنامه فروخته بودن، تو مدرسه شناخته شده بودن، تبلیغ بودن، بردن زندان ها و در زندان ها یا به حبس های دراز مدت یا اعدام و یا شکنجه، در هر صورت نابود کردن یک انسان به شکل مختلف دست دادن. و این خود آقای فلاحیان است که اینو میگه. اگر به این گفتگو کامل گوش بکنید، تحمل داشته باشید دروغای او رو بشنوید، ببینید که در هر جمله، هر یک دقیقه یک دروغ جدید و یک وقاحت و یک اهانت به شرف انسانی در سخنان این مردی است که پلید بودن از چهرهش میباره. در خدمت شما هستم. بله، این لینک دو ساعت هست، بیش از دو ساعته و واقعا احتیاج به اعصاب بسیار بسیار قوی داره که یک فرد بشینه و به این سخنان اشمئزاز کننده و پلشت این فرد زشت گوش کنه. فلاحیان در 1376 پس از آغاز دوره خاتمی از کار برکنار میشه، ولی به علت اینکه مثل اژدها بر کلی ارکان امنیتی و اطلاعاتی مسلط هست و همه چیز در اختیارش هست، دست به جنایاتی میزنه. پس از اون مثلا یکی از کارهایی که میکنه دو سه ماه پس از برکنارش در آبان 76 به خانه منتظری دستور حمله میده و همراهی اوباشان یه سری قتل های انجام میشه که بعد از اینکه وزیر اطلاعات وقت برکنار میشه و یونسی میاد سر جای ایشون، متوجه میشن که بسیار از عمال فلاحیان در درون وزارت اطلاعات این مسائل جلو میبرده و در همون دوران بوده که در واقع اتفاقی که میفته، نهاد اطلاعاتی در ایران شکل جدیدی به خودش میگیره که این نهاد اطلاعاتی ترکیبی هست از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعاتی. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع این سازمان اطلاعاتی کشور که اول تأسیس میشه و خاتمی مخالفت میکنه، ولی بعد از اون وقتی این سازمان به نام نهاد اطلاعاتی معروف میشه که ادغامی هست از این سه جریانی که عرض کردم، زیر نظر مستقیم رهبری میره جلو. دولت خاتمی هم به مزدی که از چین تری آگاه میشه
تلاش خودش رو برای جلوگیری از عملیاتی شدنش به کار میگیره. اولین کاری که میکنه فتیله افشاگری قطعه زنجیره روی خود دولت خاتمی پایین میکشه و اون سرعت تصویه که در وزارت اطلاعات آغاز شده بود اینو کاهشش میده که بتونه نگرانی بیت رهبری رو برطرف کنه. چون وقتی میگیم بیت رهبری، یک نهاد اطلاعاتی در بیت هستش که به نام نهاد اطلاعاتی معروفه، که افراد مثل همین آقای فلاحیان در رأسش هستند، به اضافه قاسم سلیمانی، روح‌الله حسینیان، میر حجازی و غیر و غیر، که البته از لحاظ تشکیلاتی رهبریش در دست میر حجازیه، ولی یکی از مغزهای و موتورهای فعال این نهاد شخص فلاحیان هستش. به حال علارغم تمام این مسائل، این نهاد اطلاعاتی الان در ایران فعال هست. این نهاد اطلاعاتی در یکی، یعنی فکر نکنید بر این گمان نباشید که با رفتن فلاحیان مسائل امنیت اطلاعاتی ایران حل شده. تنها اتفاقی که افتاده به نام وزیر امروز این در رأس کارا نیستش، ولی بسیاری از طرحهای اطلاعاتی که داره میره جلو از ابتکارات علی فلاحیان. ببینین، شما به نکاتی اشاره کردین که جای این داره که گفتگو بشه. البته من در آغاز امروز قرار بود که مسئله این ایدئولوژی کشتار رو در موردش صحبت کنیم که میماند برای آینده و اصلا نمیرسیم. امروز این داستان خود آقای فلاحیان رو هم به سادگی نتونستیم بگذریم ازش، یعنی بسیار نکته داره و میشد بهش نگاه کرد. حذف فیزیکی افراد در مرحله اول هست برای اینها و گسترش اندیشه ها و ایدئولوژی خودشون در کنار اون. یعنی من اینو برای این اشاره میکنم که چون در پایان برنامه هستیم، از شما خواهم خواست که یک دقیقه یک جمع‌بندی در این زمینه بدید. هنگامی که در جستجو میپرداختم بر روی اینترنت، دیدم که به تازگی اینم تازه رسم شده، مد شده، حالا زیاد شده که انواع تلویزیون های مختلف از مردم میخوان که با این تلفن دستیشون از خودشون در یک محل فیلم بگیرن و به اون تلویزیون ها بفرستن. حالا مردم از غذا خوردنشون، رستوران رفتنشون میفرستن بکنن. یک آقایی، چون شما به قاسم سلیمانی اشاره کردید، یک پسر جوانی در پاریس، یعنی اینقدر توانایی و امکان مالی داره، اومده پاریس برای تفریح، شب داره در شانزلیزه قدم میزنه، تیشرتی پوشیده که روی اون عکس قاسم سلیمانیه و میگه من اینو پخش میکنم، نگاه کنید که تا افتخار ما قاسم برادر قاسم سلیمانی در جهان است، فلان و فلان. یعنی این تبلیغاتی داره میکنه تا بتواند، و میگه میدونم که من الان در پاریسم، مخالفین میتونن منو نگاه کنن و به من حمله بکنن، ولی من این کار رو به افتخار میکنم. یعنی میخوام بگم که ببینید وقاحت رو چگونه میشه گسترش داد. یک دقیقه در خدمت شما هستیم آقای. بله، اشاره کرده که یک جوان این کارو کرده. ببینید، بسیار از این رهبران دارای یک کارزمای جعلی هستند که می توانند به راحتی نوجوانان، کودکان و افراد کم سن و سال، کم تجربه رو به طرف خوش جذب بکنند. همونجوری که اشاره کردم، سازمان های ایدئولوژیکی، سازمان های جهادی، بر پایه جهادی بسیاری از این افراد جذب خودشون میکنند، بخصوص در خاورمیانه و در اطراف ایران، در میان همسایه های مملکت خودمون. پس از قدرتگیری گروه های سلفی جهادی، بهره برداری از جوانان ساده اندیش و کم تجربه فراوان شده. این مسئله حتی در گروه های کوچکتر مثل هشت شعبی که در عراق هستش و توسط ایران گرد هم اومدن تا کسان به اصطلاح بتونن بر علیه داعش بجنگن و به عملیات انتحاری جنگ تن به تن در بدن، اینها در واقع بر اساس ایدئولوژی شهادت به این جوانان رو استفاده میکنند. در داعش به این جوانان میگن اشبال خلافت، یعنی بچه شیرهای خلافت. اخیراً فردی به نام مختار هوشمند در ایران وایر یک گزارشی در این زمینه تهیه کرده که مطرح میکنه که چگونه از این جوانان و از این کودکان استفاده میکنن و در خاورمیانه این گروه های بنیادگرای اسلامی به دو روش این افراد جلب خودشون میکنن. یک، این که پدرانشون عضو داعش هستن یا عضو هشت و شعبی هستن
و فرزندان خائن‌های با افتخار و عملیات درخواست شده توسط پدر تن در میدن، و بخش دومش هم کودکانی که از طریق مدارس و مساجد و آموزش جذب این گروه ها میشن. در واقع ما وقتی که نگاه میکنیم به آموزش هایی که این کودکان، این جوانان در مدارس جهادی آموزش میبینن، اینها حتی مثلا ریاضیات رو باید توسط یک مجاهد سلفی و جهادی مطرح بشه. تاریخ رو به همین صورت، یعنی دوران طلایی اسلام و دوران پیامبر اسلام میدونن که تا پس از محمد تا 300 سال به عنوان جریان ظهور اسلام و اسلام به اصطلاح سلفی یعنی پیشینه در نظر میگیرن. البته خب بدون تردید 11 سپتامبر هم وارد تاریخ خودشون کردن. چیزی که در واقع به عنوان ایدئولوژی اینها مطرح هستش، بر اساس همون نظرات امام احمد حنبل یا شاخه حنبلی های سنی مطرح هستش، که احمد حنبل برای اولین بار مسئله بازگشت به دوران طلایی اسلام و مورد بحث قرار میده. بعدها نظرات اون توسط ابن تیمیه در کتاب به نام مجموع فتوا، مجموعه فتواها یا مجموعه فتوا. جناب علوی، چون این بحث رو در آینده خواهیم کرد و زمانمون به پایان رفته، من فقط خواستم اشاره کرده باشم که قرار است در این زمینه با هم گفتگو کنیم. بحث یک برنامه یک ساعته ای خواهد بود و چون به قشت و شعبی و نشاکه از شما سپاسگزارم. اجازه بدین که در آینده این برنامه رو به طور کامل و مفصل داشته باشیم و بتونیم روش بیشتر کار کنیم. منم از شما سپاسگزارم. شادکام و پیروز باشید. سپاسگزارم. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیم. تا برنامه دیگر، برای همه آرزوی زندگی بهتر، برای مردم آزادی، برای مردم جهان آرزوی صلح دارم. روز روزگارتون خوش.